همینجوری که قول دادم خدمتون، امروز یک جوان ایرانی مهمان منه، عزیز گلم، باش دست میدم. این گل نازنین به نام آقای راد بهارلو، فرزند آقای علی بابا محمد رضا بهار احمد رضا بهارلو که معرف حضور همه ایرانی هستند در صدای آمریکا، یکی از مؤسسین اون رادیو بودن که الان هم اخیراً مسکی شده تلویزیون و در واشنگتن زندگی میکنن. این نازنینی که میبینید 36 سال است، در آمریکا به دنیا اومده ولی ایرانیه. به خاطر عشق به ایران فیلمی تهیه کرده به نام دیولوشن، یعنی فروپاشی، که امروز ما در این مورد در مورد ویدیو با این نازنین صحبت میکنیم. من سعی میکنم که چون اصولانم که من نمیتونم زیاد صحبت کنم، سخنران نیستم، از این نازنین کمک میگیریم و من رشته کلامو میدم بهش. خواهش میکنم ضمن خوش آمد به برنامه من، خواهش میکنم اول یه مختصری خیلی کوتاه از خودت بگو، چند سالته، کجا به دنیا اومدی و چی شد که این کتاب، این فیلمو تصمیم گرفتی که تهیه کنی. خواهش میکنم. درود بر شما آقای باقری، خیلی خوشحال هستم. درود مجدد. درود بر تلویزیون ایران آریایی و همه بیننده های شما. خیلی خوشحال هستم که امروز تونستم بیام با شما صحبت کنم. خوشحالیم که شما در برنامه من هستیم. من متولد واشنگتن دی سی هستم. 36 سال پیش دنیا اومدم تو واشنگتن دی سی و تمام زندگیم کارهای کامپیوتر انجام میدادم، کارهای اقتصادی، کارهای هر چی بودش، یعنی که پول میساختم، کار میکردم، میرفتم مدرسه، این کار. ولی قلبم هیچ موقع یه حس خالی داشتم تو قلبم، میدونی، یه چیزی مثل این که اون کارا که میخواستم بکنم، پول هیچ موقع دلمو پر نکرد. آفرین. تو سال 2009، اول سال 2009 اومدم لس آنجلس. بعد از اون موقع یه مرتبه که همه شلوغی ها شروع شد با انتخابات و این چیزا و این خبرنگاری واقعا تو دی ان ای من هستش. آفرین. این کاری که بابام شروع کرد و 33 سال پیش شروع کرد، من دارم ادامه میدم. برای اینکه بعد از اولین مسابقه من اینقدر خوشحال شدم، اینقدر پر عشق شدم برای ایران، برای ایرانی ها، که یه دفعه به بابام زنگ زدم گفتم بابا جون، من دیگه کاری غیر از خبرنگاری یا کمک کردن یا اطلاع رسوندن به مردم نمی کنم تو زندگیم، چون که این واقعا منو خوشحال میکنه. آخر سال 2009 بابام تشریف آورد به لس آنجلس و با هم دیگه صحبت کردیم و فیلمه، یعنی فکر همیشه تو ذهن بابام بود، میگه که فیلمه این سواله رو 33 سال پیش از خودش پرسید، اما من 3 سال پیش از بابام این سوال رو پرسیدم، بابا این انقلاب چطور به وجود اومد؟ این فیلم ها که من میبینم، کتاب ها که میخونم، همشون دارن میگن که تو این تاریخ اینطوری شد، این تاریخ اینطوری شد، این تاریخ اینطوری شد، بعد خمینی اومد. آخه چطور خمینی اومد؟ آخه چی شدش که ما یه دفعه خوردیم به یه دیوار و رفتیم عقب 1400 سال؟ چی شد؟ هیچ کدوم از این کتابا، هیچ کدوم از این فیلم‌ها مستند و اینجور روشن فکرا که خودشون میگن روشن فکر هستن، هیچ موقع نتونستن این پاسخو به من بدن. و برای این وقتی از بابام پرسیدم، گفتش که پسر من، این یه جواب آسون نیستش، ما باید دنبال این پاسخه بریم با هم دیگه. آفرین. و بربرین ما تحقیق کنیم و بگیم. بله. و تونستیم که، چون که بعد از 30 سال آمریکا همه مدرک ها رو دیکلاسیفای میکنه، ببخشید فارسیشون نمیدونم، بله، دیکلاسیفای، یعنی آزاد میکنه، یعنی آزاد میکنه که همه ببینن. بله. و چون که تونستیم زیادتر از 4000 مدرک های مختلف بگیریم که نشون میدونن دقیقا چی شدش به ایران، به نفت ایران، به وضع اقتصاد ایران، چی شدش که ایرانی افتادن تو این چاله، یعنی تو این بله، یعنی که از اونجا یه قسمت از این داستانه رو تونستیم جمع کنیم. ولی ما مهمترین چیز به نظر من هستش آقای باقری عزیز، ایرانی ها باید دوباره برگردن به این تاریخ، نگاه کنن ببینن که کجای تاریخ ما قاطی شد. برای اینکه الان کجا اشتباه دارن کردیم. بله، همش اشتباه نه، ولی ببین الان این اون دولت الان داره تمام تاریخ ما رو عوض میکنه. دلوقتي. داره سعی میکنه که یه جوری به سمت اسلامی تاریخ ما رو بسازونه. آفه. و
ما داریم دورتر و دورتر میشیم از هم به فرهنگمون، تاریخمون و از خودمون. باریکالله. حالا من یه سوالی دارم. اولا من فیلمو، این نازنین یه فیلمشو به من لطف کرد، هدیه داد با نهایت تشکر، بردم خونم. 3 ساعت بود فیلم، باور کنید بلند نشدم حتی یه لیوان آب بیارم بخورم، تکون نتونستم. 3 ساعت رو نگاه کردم. و این فیلم حالا خودش البته توضیح میده به 2 زبانه، یکی زبان انگلیسیه که خود ایشون میدونین که با چه لهجه قشنگی هم داره، فارسیش که چقدر قشنگ و زیبا صحبت میکنه، من رفتم آمدم اینجا بود اینا، اینطوری صحبت میکنه، خیلی زیباست. و فارسیش و پدر نازنینش که یکی از خوش صحبت ها و خوش سخنای ایرانی و میدونید که سالها در بساب شغل و مکان و بساب بیزینس گویندگی و مجری برنامه، برنامه ساز بوده. حالا فیلمه چند ساعت کلن گفتین؟ 3 ساعت هستش. اما ببین اصلی این فیلمه، اصلی این فیلمه به انگلیسی ساختیم. بله. چون که خیلی مهمه که آمریکا، ببین این همش مربوط به ایرانیان نیستش. درسته. از موقع اینکه ایران این اتفاقای زشت افتاد تو ایران، بله، تمام امنیت دنیا عوض شد. کاملا. تمام امنیت دنیا، تروریست‌ها به وجود اومدن. بله. این اصلا ببین امنیت دنیا چه جور بود 35 سال پیش. تنهایی تروریست یه نفر بود به اسم کارلوس که ما الان استقبال میکنیم از یه نفر مثل کارلوس، به جای اینکه یه نفر مثل اینا عجیب غریب های چیز الان که تو خبر میانه هستن. ولی تمام موقعی که ایران خوب هستش و سالم هستش، تمام دنیا خیلی خوشبخت‌تر هستش. بله بله بود. و این فرمودین که 3 ساعته و آغازش از کجا شروع میشه؟ یعنی از پیش از انقلاب ایران یا اینکه درست از انقلاب ایران به بعد؟ نه، هیچی بعد از انقلاب نیستش. ما کاری که کردیم این بودش که موضوعای مختلف که گفتن که به خاطر این، مثل فیلمای مستند معمولی نیستش که بگیم که تو سال 1925 رضا شاه آمد، میرونی یا این بعد اینطوری شد، اینطوری شد، اینطوری شد، رسیدیم به 1979. درسته. نه، ما چپترهای مختلف داریم. بله. موضوعای مختلف، 6 تا چپتر داریم، 10 تا چپتر مختلف. ایران از مثل ایران از میگن که دلیل این انقلاب مصدق بودش، ما یه چپترمون راجب مصدق هستش. یه چپترمون میگن که وضع اقتصاد ایران خراب شد، یه چپترمون راجب وضع اقتصاد ایران بودش. درسته. یه نفر میگه که شاه چرا رفت از ایران، یه چپترمون راجبه اون هستش. درسته. یعنی که سعی کردیم که واقعیت رو نشون کنید. بله. یعنی هر سکشن، هر قسمتی رو جدا جدا بررسی کردیم. بله. مورد آقای مصدق و مورد خود اعلیحضرت آریامهر و موقعی رضاشاه و موقعیت همه رو دونه دونه و به صورت جداگانه بررسی کردن و اینا رو در یک کتگوری های مختلف، یعنی در 10 قسمت گذاشتن که هر کدوم آدم میدونه که مصدق از زمان شروعش چی بود، چی کار کرد و بالاخره ایران رو به کجا برد. اعلیحضرت رضا شاه کبیر از کجا اومدن، چی بودن و ایران رو از کجا به کجا آوردن و شاهنشاه آریامه و غیره. و بعد حالا خمینی ما رو از بالا آورد، کجا کرد خدا میدونه. ولی بله بفرمایید. یه چیزی که میخواستم بگم، یه چیزی که خیلی جالب برای من بودش، این جوری که این تبلیغات یه جوری مصدق رو با شاه رو ضد همدیگه کردن. بله. ولی هرچی که من میخوندم تو تاریخ از نوشته خود خاطره آقای مصدق، بله، اینا با همدیگه دوست بودن، یه چیزی میخواستن. بله بله. یه دنبال یه چیزی بود. بودن. درسته. و خود دکتر مصدق ننوشت که آمریکا اومدش. من یعنی که ببین خیلی چیزها هستن که قاطی هستن تو تاریخ ما و بله، باید برگردیم به اصل این موضوع ها، همه این موضوع های مختلف. بله. دانشجو ها، میرونی توده ها، کپیچولیشن، چیزهای مختلف. حالا کسی مثلا از یه نفر بپرس که خمینی از کجا اومد، چی کار میکرد، درسته، اولین برخوردش با شاه چی بودش، ما درسته، همه این چیزها رو نشون دادیم. بالاخره انگیز من برای ساختن این فیلم بودش که یه پاسخی داشته باشم برای هم خودم
هم برای جوانای دیگه، بله، که بله. اینقدر دور شدن از فرهنگ خودشون که میترسن که بگن که ما ایرانی هستن. آفرین. افتخار نمی کنن از اینکه ایرانی هستن. ما قدیمی ترین کشور و بهترین تاریخ همه کشورهای مختلف رو داریم. بله، الان باید افتخار کنیم، تاریخ داریم، برای که میتونیم بگیم کاملا. من خواهش میکنم که از کارگردان نازنین اگر تیکه هایی از اون فیلم دیولوشن رو دارن برامون نمایش بدن، و وقت اگر لازم بود که روش صحبت میکنن، اگر نه که ما هنو این نازنین رادم میشینیم و اون فیلم رو نگاه میکنیم. من فقط باز باید تشکر کنم از راد که از راه دور اومد، با چه واقعا با چه گرمایی اینجا الان 102 درجه فارنهایت بیرون، خیلی گرمه. بعد میشه چقدر بس میکنم یه چیزی حدود 46-7 باید باشه، خیلی 46-7 درجه، یعنی خیلی گرمه واقعا. بله. بنابراین اوکی، فیلم حاضره، ببینید که قسمت هایی از فیلمو لطف میکنین تماشا کنین. A 40% national growth at constant prices, which is more than twice, almost three times, the world record which was held by the Japanese. An island of stability. I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. I'm afraid I have the tendency in believing in destiny, believing in destiny. این گوشه هایی از فیلم بود، همینجور که خدمتون عرض کردیم فیلم 3 ساعت DVDه و شما میتونید هم روی کامپیوتر ببینید، هم میتونید روی DVD پلیرتون بذارید، از روی تلویزیون ببینید، با هر وسیلهی که شما هر نوع DVD رو تماشا میکنید این فیلم رو میتونید ببینید. دیدید که تمام چیزهایی که گفتن هیچ کدوم قصه و به حساب حدیث نیست، مثل کارهای اسلام هیچ کدوم از کسی از قول کسی نمیگه، همه رو خود گوینده رو، مثلا اگر کارتر چیزی گفته، اگه کندی چیزی گفته، اگه نمیدونم هر کس، اگه اعلیحضرت چیزی گفتن، اگه با آقای مصدق چیزی گفته، تمام اینها رو لحن خودشون، زبان خودشون و فیلم خودشون موجوده و نشون میدن. این فیلم واقعا لازمه که هر کس، به خصوص برای بچه ها، زبان انگلیسیشو بگیرید و فارسیش هست، برای خودمون مثل ماها که انگلیسی خوب بلد نیستیم، فارسیش برای همسن و ساله این نازنین گل، این 36 سالشه،
یعنی زمان انقلاب ایشون بوده 2.5 سال و در آمریکا به دنیا اومده. این میتونست بره دنبال هنرپیشگی، چون با اون تیپ و قیافه که ببینین عین دقیقاً شبیه یول براینره، میتونست بره اینجا فیلم بازی کنه، بره کارهای کامپیوتری بکنه، ولی اومد در مورد ایران تحقیق کرد. حالا یه سوال ازش دارم، از این نازنینم، این فیلم چند وقت، چند ساعت، چند روز، چند ماه طول کشید که شما اینو به حساب دسته هم کردی، مرتب کردی، به قول فنیش چند ساعت طول کشید که آدیت کردی فیلمو؟ بله، اول میخواستم بگم که ما درسته که ما اصلا نظر خودمونو استفاده نکردیم تو این فیلم، چون که واقعا هدف ما بودش که بتونیم این اطلاع رو برسونیم به ایرانی ها بدون نظر خودمون. ایرانی ها عقل و هوش خودشون رو دارن که این چیزها رو جمع کنن و برای خودشون یه نظری بسازن. ما کسی نیستیم که بگیم که اینطوری بود یا اونطوری بود. همش میخواستیم اطلاع رو برسونیم به مردم، عقل و هوش خودشون رو استفاده کنن و نظر خودشون رو اونجوری جمع کنن. ادیتینگ این فیلمه، ببین، چون که فیلم خودم بود و واقعا صبح و شب این کار رو انجام میدادم، نزدیک از بابام که بپرسی میگه 20 ساعت در روز، من 24 ساعت واقعا این کار رو انجام میدادم، تا اینکه وقتی میخوابیدم تایملاین مغزم تو مغزم میدیدم، خوابم فیلمه بودش، تو خوابم یه رفعه میگفتم که آی اینجا رو قشنگتر بسازم. ولی تقریبا یا حداقل 4000 ساعت خودم، یعنی ادیتینگش رو انجام دادم. آفرین. رفتیم آفرین. به همه کتابخونه‌های مختلف رئیس جمهورهای اخیر، رفتیم تو نشنال آرشیو 1 و 2، همه فیلم‌ها رو جمع کردیم، مدرک‌ها رو جمع کردیم، نشنال سکیوریتی آرکایو، آرشیوهای مختلف تمام آمریکا رو گشتیم که بتونیم این اطلاع رو برسونیم به مردم. ولی خود ادیتینگش زیادتر از 4000 ساعت. Very good. بسیار زیبا. اینو خانم آقایون زنگ بزنید، یه دونه انگلیسیشو بگیرید برای نازنین فرزندان گلتون که بدونن که چی بوده. این خیلی مهمه، خیلی مهمه که تاریخ گذشته آینه راه آینده است. شما اگر تاریختون رو ندونید، اگر ندونید چی شد که خمینی اومد بالا سرتون، فردا مثل خامنه ای میاد، فردا خامنه ای میره، نمیدونم رفسنجانی میاد، آیت الله فلانی میاد، همیشه باز یکی از اینا کلا سر ما میذارن، ما رو غارت میکنن و ما رو چپاول میکنن. بنابراین شما باید تاریختون رو بدونید، بعد از اونو بکنید راه و چراغ آیندهتون. در آینده بدونید که با توجه به این مشکلاتی که بوده چه کاری باید بکنید. این نازنین میگه 4000 ساعت این فیلمو ادیت کرده. حالا شما بگین این روز 20 ساعتم 20 ساعت کار، یعنی من میدونم بلد نیستم، ولی یه چیزایی دیدم و میشنوم از ادیتینگ که چقدر کار سختیه. شما مثلا فکر کنید یه تیکه سخنرانیه مثلا کارتر رو در ایران، و خب ایشون اون فیلم مثلا 4 ساعت یا 3 ساعت بوده اون برنامه مهمونی، حالا باید اینو بگرده تیکه 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 بیاره، اون تیکه‌ای که مورد نظرشه، تیکه‌ای رو که راجع به اعلی حضرت ما گفته و گفته که آقا ایران یک دریای نمیدونم آرام و اعلی حضرت یکی از بهترین رهبران دنیا هستن اینا، بعد 6 ماه بعد که اومد اینجا گفت پادشاه ایران بسیار آدم دیکتاتوری، آدم میکشه فلانه، و برنامه‌اش گذاشتن که برش داشتن و دیدین که چه افتضاحی واقعا سر ایران ما اومد. این فیلم ما هم انگلیسیشو هم فارسیشو، فارسیش برای خودتون، انگلیسی برای بچه هاتون، دونه ای 50 دلار تقدیم میکنیم خدمتون. فقط زنگ بزنید، احتمالا پول شیپینگ هندلینگ هم میگیرن که فکر نمیکنم بیشتر از 2-3 دلار باشه، دقیقا نمیدونم، به هر جا زنگ بزنید به 818-564-4013. بعد به حضورتون که یادتون نره من کتابایی رو که خدمتون عرض کردم، کتابای دیگه که داریم که البته توی فیلم دیدین، یکی خاطرات آقای امیر اصلان افشاره که بسیار مطرح کتاب ولی موجود نیست، یه سهمیه‌ای به هر کتاب فروشی یا به هر تلویزیونی یا کسانی که دارن این کتاب رو تقسیم میکنن و میدن به دست مردم سهمیه دارن، ما هم یه سهمیه‌ای داریم
قراره که وقتی کتاب چاپ مجدد شد برای ما بفرستن. اگر شما پیش خرید کرده باشید خب به محضی که بیاد میدیم خدمت شما، اگر نه اول اونایی که پولشو دادن میدیم، بعد به کسانی که رزرو کردن. بعد کتاب سروها در باد باز اثر آقای امیرحسن افشار، اونو داریم، خواهش میکنم که اوردر بدید. کتاب وارث ملک کیان جای گیر نمیاد، تقریبا خیلی نادره، ما اونو داریم خدمتون تقدیم میکنیم. بعد یادتون نره 4 جلد کتاب شاهنشاه آریامهر رو بذارید بغل فردوسی، بغل شاهنامه فردوسی، و اخیرا شاهنامه پهلوی چاپ شده، آماده شده، بسیار زیباست، اونم ما تقدیم حضورتون میکنیم. اینا رو به صورت یکی از زیباترین کتاب‌های مقدس، این 6 تا کتاب و به اضافه کتاب‌های شعرهای بزرگ دیگه‌مون رو به عنوان کتاب‌های مقدسمون در کتابخونه‌تون باشه. کتاب سدزیا رو داریم که بسیار خواندنی است. میدونید که سدزیا یکی از وکلای مجلس بود در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر و خیلی آدم فعال و به حساب میگن که انگلیسی بوده، البته توی کتاب توضیح دادن. بعد در کمینگاه حادثه، اینم که از آقای ساکیه نویسندش، پرویز ثابتی، یکی از ماموران سازمان امنیت. به حضورتون که در آخر برنامه از نازنین گل من، واقعا مثل پسر خودم دوستش دارم، چون تقریبا هم سن و سال پسر خودمه، بسیار بچه نازنینیه، یک ایرانیه، آمریکا متولد شده، هنوزم ایران ندیده. 3 ماه هم بودش یه رفعه رفتم با بابام برای 2 هفته. الهی. 1976 3 ماهش بوده. خب پس همه ایران رو دیدی، میشناسه دیگه تو 3 ماه. بله، همه خیابونا رو میشناسه. همه خیاب. 3 ماهش بوده فقط رفته ایران، ولی ببینید که 3 سال عمرشو گذاشته برای تهیه این فیلم. اینم تموم نیستش، همش اول کار ما هستش. همین کارو ادامه میدیم تا آخر. آفرین. ببین، تاریخ ما یا بازنده نوشتش یا برنده. باریکلا. و ما طرف ننوشته کسی. ما باید یه نفر بی‌طرفانه اینو بنویسه برای بچه‌ها، برای همه، برای هر کس که ایرانی هست و واقعا میخواد حقیقت رو بدونه، میخواد خودش رو قوی تر بکنه، یا نمیخواد دوچار اینجور دروغا و تبلیغات باشه. من واقعا افتخار میکنم اگر این فیلم منو تماشا بکنم و یه خورده بیدارشن. ما افتخار میکنیم به جوانان ایرانی مثل شما که هزارانشون رو در کشورهای خارج از ایران، آمریکا، اروپا و سراسر دنیا داریم، به خصوص در اینجا که میدونید که بزرگترین پزشکان، بزرگترین محققین، بزرگترین کامپیوتریستا و نمیدونم فضایی، اینا همه اینجا هستن. اصلا اینجا مجموعه ای از بزرگان جوان ایرانه در این سن و سال تا ماکسیموم 40 سال. ولی آقای باقری، من و شما واقعا ببینید یه مسئولیت داریم که صحبت بکنیم برای اونا که نمیتونن صحبت بکنن. آفرین. برای اونا که عاشقشون هستیم ولی نمیتونن، جرأت نمیکنن صحبت بکنن. من و آقای باقری، آدم ها مثل ما واقعا باید این کار رو انجام بدیم برای شماها. مرسی، خیلی ممنونم. من در پایان از سیاوش نازنین سپاس دارم که لطف کرد برنامه ما رو هدایت کرد. بعد مثل همیشه سخن آخر برنامه مو از دستیار زیبا و خوش سخن زنده یاد رضا فاضلی، استاد رضا فاضلی تلویزیون آزادی، میگم که میگفت که نازنینم، نازنینم، چه دعا بهتر از این؟ گریت از سر شوق، خندت از ته دل، نبود هیچ غروبت غمناک، به یاد دوران پرشکوه گذشته و به امید رهایی ایران در آتیه بسیار نزدیک. از توی نازنین مجدد سپاسگزارم. مرسی که در برنامه من شرکت کردی. شما رو به خداوند ایران میسپارم.